درود به دوستان عزیز، امیدوارم که حال خوب و خوشی داشته باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا رو لایک و سابسکرایب کنید تا شما رو با جدیدترین موضوعات مهاجرت و سرگرمی‌های روز دنیا آشنا کنیم. امروز می‌خوایم برای شما در رابطه با مهاجرت و فرق بین کالج با دانشگاه و راهکارهای مهاجرت تحصیلی به کانادا و سایر کشورها صحبت بکنیم. مسئله مهاجرت در کانال یوتیوب ما مداوم خواهد بود. اگر سوالی دارید حتما برامون کامنت بذارید تا براتون پاسخ بدیم. یکی از سوالات رایج اینه که فرق بین کالج و دانشگاه چیه و چه انتخابی باید برای ادامه تحصیلمون انجام بدیم. به طور کلی کالج برگزار کننده دوره‌های کاری هستش و دوره‌های اون کوتاه مدت هستش و فرد رو برای بازار کار آماده می‌کنه. کالج برگزار کننده دوره‌های یک ساله تا 4 ساله هستش و بیشتر این دوره‌ها برای افرادی که می‌خواهند به عنوان تکنسین و کار سریعاً جذب بازار کارشند طراحی شده. پذیرش در کالج آسان‌تر از دانشگاه هستش و شرط معدل و دانش زبان از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار هستش و افرادی که نمیتونن به صورت جذب مستقیم به خاطر معدل پایین به دانشگاه راه پیدا کنند، با گذروندن دوره‌های مرتبط امکان تحصیل در دانشگاه رو پیدا می‌کنند. دوره‌های فوق لیسانس در کالج به عنوان پست گریجویشن شناخته میشه. کالج برگزار کننده دوره‌های مخصوص دریافت لایسنس کار در کانادا هستش، مثل کارگزار بیمه، کارگزار مالی، امور املاک، دوره‌های لایسنس مهندسین، دوره‌های خاص طراحی و مدیریت هستش. و دیگر مزیت‌های کالج هزینه پایین تحصیل در اون هستش که اون رو به عنوان مکان مناسبی برای ادامه تحصیل تبدیل کرده است. و در مورد دانشگاه‌های کانادا باید براتون بگم که دانشگاه‌های کانادا به تعداد 80 عدد میرسه که به دو گونه عمومی و خصوصی با مجوز اداره عالی کانادا هستند که قصد به جذب دانشجو در رشته‌های مختلف دارند. دانشگاه کانادا در رده بهترین دانشگاه‌های آمریکای شمالی و دنیا هستند و همیشه اسم اونها در لیست 500 دانشگاه برتر دنیا هستش. دانشگاه‌های کانادا با ارائه دروس علمی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا به ارائه انواع رشته‌ها می‌پردازند و هزینه دانشگاه‌ها و شرایط جذب دانشجو متفاوت با کالج هستش. برای افراد متقاضی ادامه تحصیل همیشه 2 تا راهکار وجود داره. افرادی که به تازگی فارغ‌التحصیل شدند و دارای تجربه کاری کمتر از 3 تا 5 سال هستند، بهتره که در دوره‌های دانشگاهی و مقاطع بالاتر شرکت کنند. و افرادی هم که دارای فاصله تحصیلی زیادی هستند و دارای تجربه کاری بیش از 5 سال هستند، بهتره که در دوره‌های تکمیلی و فنی در رابطه با رشته تحصیلیشون در کالج مناسب شرکت بکنند. نکته اساسی برای ویزای تحصیلی اینه که بدون در نظر گرفتن انتخاب بین کالج و دانشگاه، همیشه باید به این نکته توجه داشته باشید که انتخاب شما باید در راستای ارتقای توان علمی شما باشه یا ارتقای موقعیت شغلیتون تا بتونید برای افسر مهاجرت دلیل قانع کننده‌ای برای ادامه تحصیلیتون داشته باشید. اخذ پذیرش تحصیلی شما به تنهایی نمیتونه ویزای شما رو قطعی بکنه و باید در مرحله اول بررسی این کار صورت بگیره و انتخاب مناسب رشته و محل تحصیلیتون کار ویزا رو بهتر و آسان‌تر کنه برای شما. و در آخر خیلی متشکریم که این ویدیو رو در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید. لطفاً برامون کامنت بذارید. اگر سوالی دارید ازمون بپرسید. حتما شما رو راهنمایی می‌کنیم برای مهاجرت تحصیلی طبق تجربیاتی که داریم. ممنون از شما. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.